مردی، خب در رابطه با تحریم های بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا صحبت شد. این تحریم هایی که علیه روسیه هست و افزایش پیدا کرده، چه کمکی میتونه بکنه؟ آیا تأثیری در این جنگ خواهد داشت؟ از روز اول همه شنیدن که این تحریم ها هدفش اینه که ماشین جنگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوکراین متوقف بشه. و حالا بعد از 2 سال خیلی ها میتونن بپرسن که آیا موفق بوده یا خیر؟ و الان این شکاکیت بسیار بزرگتر از قبله که این تحریم‌ها به نظر منتقدین بی اثر بوده. اگر نگاهی کنیم به رشد اقتصادی روسیه در سال 2023، این رشد 3% بوده، رشدی که تصور میشه در سال 2024 داشته باشه. اقتصاد روسیه بیش از 2.5% که 1% بیش از تصور پیشین پاییز امسال بوده. و اگر نگاه کنیم به اینکه هدف این تحریم ها، عمده این تحریم ها مثلا صادرات نفت و محصولات نفتی روسیه بوده، به نظر میاد که شاید کارآمد نبوده باشه، چرا که درآمد روسیه طی 2 سال گذشته تخمین زده میشه از فروش نفت و فراورده های نفتی بیش از 650 میلیارد دلار بوده که در برخی از ماه‌ها در 2 سال گذشته 2 برابر بیشتر از اون چیزیه که اونها درآمد داشتن پیش از حملهشون به اوکراین. و یک چیز دیگه هم باید در نظر گرفت، الان اقتصاد روسیه در وضعیت جنگی و اون سقف 7.5% درآمد سالانه رو برداشتن برای صرف کردن در امور جنگی و بیش از حد در واقع اونها سرمایه گذاری میکنن در امور جنگی و نظامیشون، بنابراین اون چیزی که ماشین جنگی ولادیمیر پوتین خونده میشه با این درآمدی که اونها دارن متوقف نخواهد شد. بنابراین اوکراین ها همچنان مصرن از حامیانشون بخوان نه فقط به علاوه این تحریم ها حمایت مالی بکنن از اوکراین، هم برای ساختار اقتصادیشون هم برای تجهیز نظامیشون برابر حریفی که واقعا از نظر نظامی قدرتمنده و الان در عرصه‌های جبهه‌های جنگ مشهوده. این روز خب مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت هم یه جلسه دارن برگزار میکنن، قراره که چی صحبت بشه، چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ باید گفتش که با وجودی که این جنگ در عرصه بین المللی تأثیر گذار بوده و خیلی از کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه متأثر از اون بودن، در زندگی روزمره شهروندانشون این تأثیر رو ما دیدیم، اما اون ائتلاف همگانی، اون ائتلاف در مجمع عمومی وجود نداشته برای اینکه بخوان این اراده سیاسی وجود داشته باشه که روسیه رو متوقف کنن. درسته که طی 2 سال ما شاهد این بودیم که قطعنامه‌های در همین مجمع تصویب شده علیه روسیه، اما اون اراده وجود نداره. حامیان غربی تلاش کردن که این اراده رو به جامعه جهانی برگردونن که متوقف کنن که یکی از اعضای دائم شورای امنیت حمله کنه و ناقض منشور سازمان ملل متحد باشه. بنابراین انتظار نمیره نه در شورای امنیت و نه در مجمع اتفاقی بیفته که متوقف کننده روسیه باشه، اما مقامات سازمان ملل مصرن که بگن که برای توقف فوری این جنگ باید ریشه های جنگ شناخته بشه و اونها خواستار توقف فوری‌ان. اما چیزی که اونجا رقم میخوره در روسیه، در اوکراین و همینطور بعدن اتفاقات بعد از اون، مثلا اون چیزی که در اسرائیل اتفاق افتاده و در غزه، اون جامعه در حال توسعه رو همچنان شکاک باقی نگه داشته نسبت به سازوکارهایی مثل مجامع عمومی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت. ممنونم از تو.